محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک سخنرانی با اشاره به کارنامه 4 دهه انقلاب اسلامی اعلام کرده که برخی از کاستی‌ها در قالب فضاهای ملتهب چند ماه اخیر خود نمایی کرده است. به گفته وزیر ارشاد، حوزه حکمرانی فرهنگی در کشور به علت اشتباهات فاحش در سیاست‌گذاری‌ها با اخلال در نظام فرهنگی ارتباطی مواجه شده. گفتگو می‌کنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، وزیر ارشاد در جای دیگر از این سخنرانیش اعلام کرد برای اینکه مدیریت فرهنگی کشور به ثبات برسه باید در جنگ رسانه‌ای عرض اندام کرد. چه ارتباطی وجود داره میان جنگ رسانه‌ای و مدیریت فرهنگی کشور؟ ارتباطی و این درست همون نقطه جایی که جمهوری اسلامی همواره اشتباه کرده. اما قبلش این رو بگم، همونطور که شما اشاره کردید اون به بعضی مطالب اشاره کرده. یکی از دستاوردهای بزرگ این قیام و اعتراضات مردم این هستش که حکومت اسلامی مجبور شده بیاید و برخی از شکست‌های خودش اعتراف کنه، از جمله همین که وزیر ارشاد که میگوید که بله گسست هست، در گسست فرهنگی به وجود آمده، یا در همین صحبت‌های خودش گفته که به اصطلاح بخش عمده‌ای از حوزه‌های فرهنگی ما شکست ناکام بودیم، او البته گفته اما در واقع شکست خوردن. و بعد هم حالا وقتی که حالا میخواد راه حل مشکل اینها این است که خب در میابند که نسل‌های جوان دیگه اون هژمونی فرهنگی و سیاسی حکومت رو قبول ندارن، تمام اینها با سانسور، با حذف، حتی با قتل نویسندگان، با محروم کردن هنرمندان از خلاقیت و غیره کوشیدن که فرهنگ خودشون رو تحمیل بکنن، اما این شکست خورده. و اینا در صحبت‌های مختلفشون از جمله همین صحبت وزیر ارشاد به این اقرار میکنن. اما جالب است که وقتی میخوان راه حل پیدا کنن برای مشکل خودشون، یعنی اینکه چرا جامعه از فرهنگی که اینها میخواد تحمیل بکنه به جامعه روگردان هستن، صحنه رو صحنه جنگ میبینن. خود این آقای وزیر ارشاد در همین سخنرانی میگه که ما میخواهیم حکمرانی فرهنگ انقلاب اسلامی رو دوباره به دست بیاریم. اصلا این کسی که برای فرهنگ واژه حکمرانی به کار میبره، یعنی انگار که در حالی که فرهنگ امری ذهنی است، امری است که مردمان خودخواسته باید بپذیرند در زیست اجتماعیشون، در عقایدشون، یا همونطور که شما اشاره کردید مسئله رو این میبینه که انگار در یک جنگ رسانه‌ای است. یعنی جمهوری اسلامی اینقدر خودش رو حقیر میبینه که فکر میکنه چند رسانه فارسی زبان در خارج کشور یا اینترنت یا ماهواره دشمن اصلیش هستش، یعنی در واقع متوجه نیست که در جامعه چه تحولاتی داره رخ میده. و بعدم خودش بیاد میگه که ما باید در جنگ رسانه‌ای عرض اندام کنیم، مثل اینکه مثلا صحنه کشتی هست یا نمیدونم گود زورخونه هستش. فرهنگ اصلا یه امر دیگری است، امر فکر، امر ذهن، امر آزادی، امر خلاقیت هنریه. و بعد جمله دیگه که باز اینجا میگه این هستش که میگه که ما باید فرهنگ رو به ریل اصلیش برگردانیم و ریل گذاری کنیم. یعنی اینها هیچ تصوری ندارن، اینا فکر کنن فرهنگ یه قطاری که شما برش ریل میذارین و هر جور که شما بخواید اون قطار حرکت میکنه. اینا اصلا تصوری از فرهنگ ندارن، اینا فرهنگ رو مهندسی میبینن. و جالب این است که 40 سال به قول خودشون ریل گذاری کردن، سانسور کردن، حذف کردن و غیره، شکست خوردن به قول خودشون، باز هم هنوز متوجه نیستن که این شیوه ها دستاوردی ندارن. میون صحبتاتون آقای سرکوهی اشاره کردین که مسئولان جمهوری اسلامی عرصه فرهنگ رو عرصه جنگ میبینن. درباره همین جنگ موسوم به جنگ رسانه‌ای امام جمعه کرج گفته که هواداران آیت الله خامنه ای در اینترنت شهید و اسیر میشن. میلیاردها تومان بودجه صرف میشه برای چیزهایی مثل ارتش سایبری و دستگاه ایدئولوژی حاکمیت، اما چرا همیشه ناراضی هستن و حالا هم کار به اسارت و شهادت رسیده، اون هم در فضای مجازی؟ واقعا دیگه ببینید، وقتی که آدم به کوری ذهنی و کوری ایدئولوژیک و کوری سیاسی مبتلا میشه، گاهی دیگه تبدیل به مزحکم میشود. مثلا هم صحبت این آقای حسینی همدانی و هم صحبت حسینی طائب نشان میدهد که چطور اینها در واقع به تدریج مزحکه میکنن، خودشون رو به مزحکه بدل کردن. اینا میلیون ها از سرمایه کشور رو اینا در واقع برای سایبری ها خرجی نمی کنن، هم اینو میدونن. و اما بعد میاد میگه که بله دفاع در فضای مجازی بیشتری شهید، تلفات و اسیر در این فضا دادیم. یعنی چی شهید شده در فضای مجازی یا اسیر شده؟ اصلا ببینید اسارت، یعنی اینا بعدم میگن که ما اسیر و جانباز و مفقود در فضای
مجازی داریم گفته. آخه چی در فضای مجازی مفقود شده؟ یا اصلا ببین این اصلا دیگه مزک است. یا حالا او میگوید که دلیلش هم این است که شیطان مدیریت فضای مجازی رو برعهده داره. اصلا این متوجه نیستش که مدیریت فضای مجازی لااقل در فارسی رو هیچ کسی برعهده نداره. مردمان نظرشون رو بنویسن، مردمان از شما انتقاد میکنن، مردمان به سایبری های شما جواب میدن. این اصلا هیچ شیطان نیست، یعنی مردم رو شیطان میبینه. اون آقای حسین طایب هم که آمده میگه که ما میخوایم یک پلتفرم سازی، از موشک سازی سخت‌تر نیست، ما میخوایم یک پلتفرمی بسازیم که ما بگوییم که عکس چه کسی یا به اصطلاح نوشته چه کسی در فضای مجازی باشه. یعنی اینها در واقع خواب یک به قول خودشون حکمرانی میبینن که در او هیچ صدایی نباشه و فقط اینها باشن و فقط اینها حضور داشته باشن. و این اصلا و توجه هم نمی کنن که این اصلا ناممکن هست و به این آرزو هیچ وقت نمی رسن. بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، از همراهیتون. منم از شما متشکرم.